سلام، این برنامه سینما کارتو از دست ندین که توش قرار سری بزنیم به کوانتومانیا. مارول قرار محصولات سینمایی خودش در فاز 5 رو با مرد مورچه‌ای شروع کنه. مثل هر هفته فیلم های در آستانه اکران رو براتون معرفی میکنم و قسمتی از تیزرهاشون رو هم با هم میبینیم. It's gonna happen. سری هم به گیشه سینماها در آمریکای شمالی و دنیا خواهیم زد تا ببینیم فروش سینماها در دو هفته آغازین سال جدید چطور بوده. If you want to live here, you have to ride. من امیر قوادم و اینجا درباره سینما حرف میزنیم. لطفاً سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. خبر اول این که HBO سریال آخرین ماها رو این هفته منتشر میکنه، سریالی که طرفدارای بازی های کامپیوتری خیلی منتظرش بودن. بیست سال از نابودی تمدن مدرن در زمین میگذره. جوئل یه بازمونده یه سرسخته که استخدام میشه تا دختری 11 ساله به نام الی رو از یه منطقه قرنطینه که شرایط ظالمانه بر اون حکم فرماست خارج کنه. اما این عملیات ظاهرا ساده به سفری دلخراش و جدالی وحشیانه بدل میشه. این مینی سریال 9 قسمتی از 22 ژانویه هر هفته یک شنبه ها منتشر خواهد شد. بریم سراغ آنتمن. مارول و دیزنی قراره پس از فروکش کردن تبع آواتار راهی از آب اولین فیلم از فاز 5 MCU رو اکران کنن. اسکات لنگ یا همون مرد مورچه‌ای، قهرمانی که در زمان بشکن تانوس اشتباهاً در دنیای کوانتوم زندگی میکرد، برای سومین فیلم مستقل در دنیای مارول فراخونده شده. اما ماجرا این بار پیچیده‌تر از فاز 4 قرار بشه. اگر مارول در فاز 4 سراغ تئوری‌های چند جهانی و جهان‌های موازی رفت، حالا سراغ چالش چند زمانی قرار بره. فاز 5 مارول که در واقع با مینی سریال لوکی شروع شد، نشون داد که با استفاده از به هم ریختگی زمانی قصه های پیچیده تر و جذاب تری قراره به نمایش گذاشته بشن. آنتمن و وسپ این بار به دنیای کوانتومانیا کشته میشن و اونجا کنگ فاتح منتظرشونه تا اونها رو پای یک معامله بکشونه. What's that? Time. معامله ای درباره زمان از دست رفته. He can give us a second chance. پیشنهادی که نمیشه به سادگی ردش کرد. The two of you, same person. He remains. He will remain. She's still calling me that. البته کنگ فاتح با بازی جاناتان میجرز همون جاودانه سریال لوکی نیست، بلکه نسخه یا ورژنی از اوست. یکی از نسخه های شروری که هو هز ریمین وعده داده بود سرکلشون پیدا میشه و دنیاها رو در زمانهای مختلف به آشوب و جنگ و نابودی خواهند کشید. آنتمن و وسپ کوانتومانیا 17 فوریه اکران میشه و بعد دید استقبال از شکست های زمانی در فاز 5 مارول چطور خواهد بود. از اون فانتزی پیچیده مارول بیایم سراغ درام رازآلود با تم روانشناختی فانتزی، اونم با بازی یواخیم فینیکس. بیومی ترسد قصه مردی پارانویده که در مسیر رسیدن به خونه مادرش یه داستان حماسی عجیب خلق میشه. گفته میشه این فیلم نسخه کاملی از فیلم بیوست که آری آستر سال 2014 ساخته بوده. I hit you with my car. What? I know.
این پورتری روانشناختی که ده ها سال از زندگی یک کارآفرین موفق را روایت میکنه 21 آوریل بر پرده سینماها خواهد بود. Do you want the truth now? Yes! Are you there, God? It's me, Margaret. خدایا اونجایی؟ منم مارگارت. Speak to you today about your changing body. The blood is released through the vagina. رمان محبوبی که پس از سالها به فیلم تبدیل شد و حالا در آستانه اکرانه. Do you think you need one? پس از انیمیشن موفق ترنینگ رد که پارسال اکران شد و به مسائل حساس بلوغ دختره نوجوان پرداخته بود، حالا کلیکریک سراغ رمان پرفروش و مطرح مارگارت اومده تا فیلم جذاب دیگه‌ای با موضوع تحولات نسلی روانه سینماها کنه. مارگارت دختر 11 ساله سبک خاصی از دعا کردن برای خوش ابداع کرده که با همین عبارت شروع میشه: خدایا اونجایی؟ منم مارگارت. مارگارت با خانوادهش به شهر کوچکی اومدن و دوران بلوغ و تغییرات هورمونیش در کنار شرایط سخت پذیرفتن محیط جدید چالش‌های او رو دوچندان می‌کنن. این اقتباس جذاب از رمان جودی بلوم 28 آوریل اکران خواهد شد. Never stops being weird. She's so weird. کمدی رومانتیک خونه تو یا من در شب‌های سرد زمستونی و حوالی ولنتاین اکران خواهد شد. Debbie, you need to take a break. I just need to be practical. دبی و پیتر دو تا دوست قدیمی هستند. دبی قراره دنبال یه رویای دائمی برای زندگی بره و پیتر تصمیم میگیره در این مسیر به کمکش بیاد. و چه کمکی از این بهتر که یه مدت از پسر دبی، جک، نگهداری کنه. اما خب شاید این تصمیم نباشه که او رو خیلی خوشحال و راضی نگه داره. این محصول نتفلیکس 10 فوریه به نمایش در میاد. I feel like we should see what you and I could be. آلیسون بری با یک کمدی رمانتیک دیگه به سینماها برمیگرده در نقش دختری به نام آلی. What are you doing here? آلی یه زن جوون معتاد به کاره که به زادگاهش برمیگرده و اونجا در رویارویی با دوست پسر سابقش شان با سوالات زیادی درباره کسی که بهش تبدیل شده مواجه میشه و اوضاع زمانی براش پیچیده‌تر میشه که با کسیدی آشنا میشه. I need to see this through, whatever it is. کسی که او رو بد جور یاد دختری که خودش زمانی بوده میندازه. Reminds me a lot of me at that age. Were you like a nudist? Keep your eyes on the iPad. Bradley Pitt Campbell, do not chase the naked ladies. این فیلم هم در لیست اکران‌های ولنتاینی قرار گرفته و 10 فوریه بر پرده سینماها خواهد اومد. I don't know what to do anymore. Titanic was called the ship of dreams, and it was. حرف ولنتاین شد و فیلم‌های عاشقانه و باید خبر جذابی درباره تایتانیک بشنوید. در 25 سالگی اکران گرونترین و پرفروشترین حماسه عاشقانه تاریخ سینما، پارامونت نسخه 4K و 3D این فیلم رو در تعطیلات ولنتاین اکران خواهد کرد. این اکران محدود البته معلوم نیست چقدر طول بکشه، ولی خب بعد از پایان اکران این نسخه بازسازی شده تایتانیک در آمازون پرایم هم منتشر میشه. یک کادوی ولنتاین از کارگردانی که جدیدترین فیلمش الان یک کتازگیش هاست. The city of angels. More like the city of dirty little secrets. کارگاه مارلو پس از سالها دوری قراره به صحنه برگرده. People pay me to look into the activities of its finest citizens. یکی از آیکونیک ترین کاراکترهای تاریخ سینما و از شخصیت‌های محبوب سینمای کلاسیک و فیلم‌های نوار این بار با بازی لیام نیسون. کارگاه مارلو توسط نویسنده معروف ریمون چندلر خلق شد و در تعداد زیادی داستان کوتاه و بلند قهرمان اصلی او بود، قهرمانی که خودش رو به آثار دیگر نویسندگان هم کشید. این بار هم اصل داستان مربوط به خود چندلر نیست و قرار مارلو معشوق سابقه یه وارث جذاب رو پیدا بکنه.
بعدم در یه برنامه جداگانه به 10 فیلمی که از این کاراکتر جذاب ساخته شده میپردازم، اما فعلا اینو بدونید که مارلو جدید 15 فوریه اکران خواهد شد. بریم نگاهی به آمار فروش سینماهای آمریکای شمالی بندازیم که فیلم‌های تازه واره چندان لرزه‌ای به تن رقبا انداختن. این هفته کمدی رمانتیک مهمونی خانگی اکران شد. بازسازی یه فیلم دهه 90 به همین عنوان. دانش آموزای دبیرستانی میخوان در نبود پدر و مادرشون یه مهمونی تو خونه برگزار کنن. ماجرایی که تو سه روز اول اکران 3.8 میلیون دلار برای برادران وارنر درآمدزایی کرد. درام اکشن پلین هم بالاخره اکران شد. خلبان با هزار زحمت هواپیمای در حال سقوط رو مینشونه، ولی تازه بازی مرگ و زندگی جای شروع میشه که میبینه وسط جبهه جنگ زمین نشسته. این فیلم پرزد و خورد هم 10 میلیون دلار فروخت و در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت. اما آواتار راهی از آب همچنان صدرنشین فروشه، اونم برای پنجمین هفته متوالی. فروش جهانی فیلم هم به 1.9 میلیارد دلار رسیده. این نشون میده که سرزن جیک سالی و خانوادهش و بخش دیگه ای از پاندورا که عوض اژدها سواری از موجودات آبزی سواری میگیرن و رویارویی با دشمن قدیمی همچنان برای مخاطبان جذابه. از طرفی مگان هم تونسته روند موفقیت آمیز خودش رو حفظ بکنه و در تعطیلات آخر هفته 18 میلیون دلار دیگه فروخت. این ربات انسان نما تا به حال 5 برابر هزینه هاش فروش داشته که اون رو به یکی از پرسودترین پروژه های سال تبدیل میکنه. گربه چکمه پوش هم 13.5 میلیون دلار دیگه برای ماجراجویی آخرش کاسبی کرده و مردم کنجکاو بودن ببینن میتونه ستاره آرزوها رو پیدا کنه یا باید برگرده به کمپ بازنشستگیش. مردی به نام اوتو هم با افزایش سالن‌های اکرانش به بیش از 3600 سالن فروش قابل قبولی داشت. اگرچه این درآمد 12.5 میلیون دلاری و مجموع فروش جهانی 35 میلیون دلاری فیلم همچنان یه شکست تجاری بزرگ حساب میشه. پلنگ سیاه واکاندا برای همیشه این هفته کمتر از 2.2 میلیون دلار فروخت و وال قصه معلم زبان گوشه‌گیر و چالش رابطه با دخترش کمتر از 1.8 میلیون دلار درآمد داشت. ویدنی هوستون میخواهم با کسی برقصم هم با فروش 1.1 میلیون دلاری در سه روز آخر هفته تو خونه نهم جدول باکس آفیس آروم گرفت. از اینکه در این برنامه سینما کلوت هم همراه هم بودین متشکرم و امیدوارم هفته آینده هم در کنار هم باشیم به امید روزهای شاد و آزاد.